سر خط خبرها. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در جهان. تهران به نقض حقوق شهروندان در ایران، عراق، سوریه و یمن متهم شد. هر بخش خصوصی با عرض نیمایی میتونه واکسن رو وارد کنه بیاره و تخصیص عرض نیمایی برای واردات واکسن کرونا به ایران. روند واکسیناسیون کماکان کند است. توقف یک روزه واکسیناسیون فلج اطفال در ولایت ننگرهار افغانستان. وزارت صحت هیئتی را مأمور بررسی حمله مرگبار به کارمندان زن کرد. و از کی سواری کهنه سرباز 89 ساله بریتانیایی برای کمک به خیریه. سلام به شما، عصرتون بخیر. وزیر خارجه آمریکا میگوید که اوضاع حقوق بشر در خیلی از نقاط دنیا در جهتی خلاف آنچه که باید حرکت میکند. آنتونی بلینکن در سخنانش به مناسبت انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضع حقوق بشر در دنیا، به خصوص از اوضاع حقوق بشر در میانمار، چین و سوریه ابراز نگرانی کرده. در این گزارش گفته شده که نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران حالا نه تنها ایرانیان که مردم عراق، سوریه و یمن را هم شامل میشه. کسری ناجی گزارش میدهد. وزارت خارجه آمریکا دیشب گزارش سالانه‌اش را درباره وضع حقوق بشر در جهان منتشر کرد. گزارشی که به قول وزیر خارجه این کشور نشان از وخامت بیشتر وضع حقوق بشر در دنیا دارد، به خصوص در میانمار، چین و سوریه. حرکت در مسیری خلاف آنچه که میباید. در برمه معترضانی که به طور صلح‌آمیز به خیابان آمده بودند به ضرب گلوله نیروهای نظامی کشته شدند، از جمله بیش از 100 نفر که تنها روز شنبه کشته شدند در روز نیروهای مسلح. ارتش از قبل اعلام کرده بود که ممکن است معترضان را از پشت یا از ناحیه سر هدف بگیرد. در میان کشته شدگان 5 کودک هم بودند که یکی از آنها تنها 5 سال سن داشت. وزیر خارجه آمریکا گفت با انتشار این گزارش آمریکا علیه چین یا روسیه یا کشورهای دیگر موضع نگرفته است. در دفاع از حقوق بشر ایستاده است و یک نظام جهانی بر اساس احترام به قانون. بعضی از کشورها خواهند گفت که آمریکا حق ندارد از وضع حقوق بشر آنها انتقاد کند، چون آمریکا مشکلات خودش را دارد. بله، روشن است که ما در آمریکا کارهای زیادی داریم که باید انجام بدهیم، از جمله رفع نابرابری‌های عمیق در جامعه، نژادپرستی نهادینه شده. ما این مشکلات را پنهان نمی‌کنیم، با آن با شفافیت برخورد می‌کنیم و این چیزی است که ما را از این کشورها متمایز می‌کند، دموکراسی را از دیکتاتوری. گزارش وزارت خارجه آمریکا 68 صفحه را به اوضاع وضع حقوق بشر در ایران اختصاص داده و میگوید گزارش‌های بیشماری از کشتارهای فراغذایی دریافت کرده، از شکنجه در زندان‌ها، از وضع غیر انسانی در زندان‌ها، از وجود صدها زندانی سیاسی، محدودیت‌های جدی آزادی بیان، مطبوعات و اینترنت، از اذیت و آزار روزنامه‌نگاران در داخل و خارج کشور، از فساد گسترده در همه سطوح، از خشونت علیه اقلیت‌ها و از مشکلات جدی در استقلال قوه قضاییه کشور. این گزارش میگوید نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران حالا نه تنها مردم ایران که مردم سوریه، عراق و یمن را هم شامل میشود. اوضاع وخیم حقوق بشر در ایران حالا اتحادیه اروپا را هم به حرکت درآورده. این اتحادیه قرار است امروز تعدادی از ایرانیانی را که میگوید در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشتند تحریم کند. تحریم به واسطه حقوق بشر برای اولین بار طی 7 سال گذشته. کسری نجی، بی بی سی. از حسن نایب‌پاشین، فعال حقوق بشر در وین، درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران که در گزارش تازه آمریکا منتشر شده پرسیدم. این گزارش البته خیلی جامع است، مربوط به تمام دنیا هست، ولی حدود 70 صفحه‌اش به ایران اختصاص داره و با توجه به اینکه دو بخش این، یعنی در ارتباط با اقلیت‌های مذهبی و همچنین در رابطه با قاچاق انسان گزارش‌های جدایی داره، میشه گفتش که شاید نزدیک 200 صفحه باشه اصل این گزارش، مجموعه گزارش‌های سالانه
وزارت خارجه آمریکا. خب جامعه هست، بنابراین تمام مسائل مربوط به کشور ایران رو در بر میگیره و خب مهمترین مسئله مسئله اعدام‌های پرشمار هست در کشور ما و گرایشی که به طرف اعدام‌های مخفی دیده میشه. یعنی بسیاری از اعدام‌ها گزارش نمیشه یا اینکه فقط یک نام کوچک اعلام میشه و همچنین خب اعدام کودک مجرم‌ها که در جامعه ما شاید دیده بشه و در کمتر جایی در دنیا هست و خب بسیاری مسائل در رابطه با رویه قضایی، مسئله اینکه خود این اعدام‌ها در موارد بسیار شدید نبوده بلکه جرائمی که خیلی موقع در خیلی از کشورها جرم عملا به حساب نمیاد باعث از بین رفتن یک فرد میشه، مثل مثلا تکرار خوردن مشروب و خب بسیار از مسائل دیگه هم مطرح شده دیگه در رابطه با آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی انتخابات. خود این گزارش ابتداش ساختار حکومت رو که بر مبنای انتخاب عملا نیست و آخرین انتخاباتی که انجام شده انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس رو غیر آزاد و غیر عادلانه تلقی شده. آقای نایب هاشم، اگر نگاه بکنیم مثلا تحریم های اتحادیه اروپا، این تحریم ها چه ویژگی هایی دارن و تحریم های حقوق بشری به طور کلی چقدر واقعا میتونن بازدارنده باشن و تعمیم بکنن وضعیت حقوق بشر رو؟ خب میدونید که تحریم های ما مدافعان حقوق بشر، هرچند که تحریم های اقتصادی رو که به این شکل صورت میگیره و مردم از اون آسیب میبینن کاملا باش مخالف هستیم، با تحریم های حقوق بشری کاملا موافق هستیم. خب اقدامی که انجام میدن در تحریم ها این هستش که حساب های افراد یا نهادهای معینی رو مسدود میکنن و اجازه سفر نمیدن به اون افراد و خب شاید در وهله اول برای اون ناقضان حقوق بشر خیلی مهم تلقی نشه، ولی در گذر زمان در جهانی به هم که به هم مرتبط هست، مسئله در واقع سفرها، مسئله حضور افراد در کشورهای مختلف مطرح میشه. به خاطر این هستش که جمهوری اسلامی سعی میکنه بعضی از افراد رو در روندهایی که هست سعی کنه از این کسانی که در لیست هستن به مسئولیت‌های بالاتری منصوب بکنه که از این خطرها برهن و بتوانن فعالیت‌های دیپلماتیک چه بسا داشته باشن. توضیحات حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر رو شنیدید. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. رهبران آلمان، روسیه و فرانسه در یک کنفرانس ویدیویی مشترک درباره توافق هسته‌ای ایران گفتگو کردند. آنگلا مرکل، ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون توافق کردند برای بازگرداندن ایران به تعهداتش هماهنگ عمل کنند. پیشتر نشریه آمریکایی پولیتیکو گفته بود واشنگتن قصد دارد طرحی ارائه کند که بر اساس آن اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% را متوقف کند، آمریکا بعضی از تحریم‌هایش را لغو کند. ایران اما خواستار لغو تمام تحریم‌ها شده. یک مقام عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته آمریکا معافیت این کشور از تحریم‌های ایران را تمدید کرده و واردات گاز از ایران به عراق ادامه خواهد داشت. عراق یک سوم انرژی مورد نیازش را از طریق واردات برق و گاز از ایران تامین می‌کند. آمریکا بیش از 2 سال پیش صنعت انرژی ایران را تحریم کرد، اما از همان زمان به طور موقت برای عراق معافیت‌هایی در نظر گرفت. ستاد مدیریت کرونای استان تهران دور همی و تجمع در بوستان‌ها و فضاهای سبز را در روز 13 فروردین ممنوع اعلام کرده. وضعیت همه‌گیری کرونا در بعضی از استان‌های دیگر ایران هم وخیم گزارش شده. همزمان رئیس جمهوری ایران گفته از شنبه بخش خصوصی اجازه دارد با استفاده از ارز نیمایی واکسن وارد کند. مقام‌های بهداشتی ایران گفتند تا پایان هفته اول فروردین فقط نزدیک به 700,000 دوز واکسن کرونا در ایران توزیع شده و تنها 161,000 دوز به شهروندان تزریق شده. دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی و معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند در بریتانیا، از همین شهر با ماست. خوش آمدید آقای بناب. بر اساس گفته های آقای روحانی، چقدر واقعا فکر میکنید که ورود بخش خصوصی به این مسئله واردات واکسن شدنی و امکان پذیر باشه؟ با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم. البته بخش خصوصی میتونه وارد این قضیه بشه به شرط اینکه اعتبارات لازم برای خرید واکسن مورد نیاز مردم
به نحو لازم در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره و بخش خصوصی این اجازه رو پیدا کنه که بتونه با شرکت‌های خارجی و با دولت‌های خارج از ایران ارتباط برقرار کنه و با تبادل ارز بتونه واکسن‌ها رو تهیه کنه. مسئله در واقع ارتباط نامناسب ایران با دنیای بیرون از مرزهای جغرافیایی ایران هست که این گونه تبادلات رو یه خورده مشکل کرده. و مسئله مهمتر این که واقعا آیا وزارت بهداشت، فرض کنیم اگر الان شرکت‌های خصوصی دست به دست هم بدن حتی برای نصف مردم ایران واکسن وارد بکنن، آیا وزارت بهداشت توان خرید این واکسن‌ها رو که بخش خصوصی وارد کرده یا نه داره یا نه؟ این مسئله مهمیه. ببینید الان حتی اگر بخوان فقط برای نیمی از جمعیت ایران واکسن وارد کنن و به تعداد حالا برای هر فردی دو دوز واکسن وارد کنن، چیزی حدود با محاسبه قیمت متوسط هر دوز واکسن چیزی بیش از 2.5 میلیارد دلار ایران باید یا وزارت بهداشت باید هزینه کنه که به پول خودمون تقریبا چیزی میشه حدود 50,000 میلیارد تومان. خب شاید شرکت‌های خصوصی این نگرانی رو دارن که ممکنه واکسن رو خریداری کنن، حالا با هزار مشکل وارد کنن و دولت و وزارت بهداشت توان پرداختش رو نداشته باشه. یعنی بخشش بخش مالی، بخشش مسئله تقسیم که بتونن تقسیم کنن و برنامه هماهنگی برای واکسیناسیون داشته باشن. اگه بخوایم به صورت کلی نگاه بکنیم این که ایران تا حالا واقعا چطور عمل کرده در این مسئله واکسیناسیون در مقابل با بقیه کشورها؟ ببینید مسئولین وزارت بهداشت خودشون علناً شکست خودشون رو قبول کردن و اعتراف کردن که در مهار کرونا شکست خوردن. این شکست فقط در زمینه تهیه واکسن نبوده. ببینید از روز اولی که بیماری کرونا در ایران پیدا شد، چه در مسئله برنامه ریزی های مناسب، چه در زمینه نظارت صحیح و کنترل جامعه برای رعایت موازین فاصله گذاری اجتماعی و چه در تهیه و تولید واکسن در داخل و یا خرید واکسن، کوچکترین کار مثبتی انجام ندادن. ببینید یه سری دستورالعمل و بعد در واقع الان هم به نقطه‌ای رسیدن که مردم رو مسئول افزایش شدید کرونا در این دوره میدونن. نهایتاً تصور بنده اینه که دولت و وزارت بهداشت و حکومت استراتژی صبر رو در پیش گرفتن. به قول معروف با خودشون میگن حالا ببینیم تا چی پیش میاد، این روزها رو بگذرونیم و انشالله که خیره. و متاسفانه این باعث شده که فاجعه کرونا در ایران به شدت آسیب زننده باشه. آقای بناب، سوال بعدی ازتون میپرسم، کوتاه ولی اگه لطف کنین جواب بدین. سازمان نظام پزشکی آماری داده مبنی بر اینکه کمتر از 1% جمعیت در ایران واکسینه شدن. معاون پرستاری وزارت بهداشت از طرف دیگه گفته حدود 80% کادر درمان واکسینه شدن. به نظر شما اینها با هم متناقض نیست آیا؟ خب این کاملا متناقض هستن این بحث‌ها. الان در حال حاضر چیزی فقط حدود 0.2% از مردم ایران واکسینه شدن. همین که تا الان اعلام کردن چیزی حدود 700 هزار واکسن وارد شده و فقط حدود 160 هزار نفر این واکسن رو گرفتن، این خودش مؤید این هست که هیچ در واقع نظارت و کنترلی برای استفاده صحیح از واکسن و رسوندن اون به مردم وجود نداره. و آماری رو هم که اعلام میکنن کاملا متناقضه و این نشون میده که تمامی سیستم، متاسفانه تمامی مسئولین در سیستم بهداشتی ایران سردرگم هستن و در واقع مشکلات انقدر شدیده که حتی ارتباط صحیح با هم ندارن برای رد و بدل کردن آمار درست. ممنونم از توضیحات شما دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی. آلمان به دلیل نگرانی از احتمال لخته شدن خون، تزریق واکسن کرونای آکسفورد استرازنکا به افراد زیر 60 سال را متوقف کرده. این در حالی است که به گفته سازمان بهداشت جهانی و آژانس نظارت دارو در اروپا، فواید این واکسن از مضراتش بیشتر است. همزمان مسکو از گفتگوی رهبران روسیه، آلمان و فرانسه درباره امکان صادرات واکسن روسی اسپوتنیک وی به اتحادیه اروپا خبر داده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. جنجال برانگیزترین واکسن کووید 19 استرازنکا، تولید مشترک دانشگاه آکسفورد و شرکت بریتانیایی سوئدی. 31 مورد از یک نوع نادر لخته خون در مغز در آلمان 4 تا 16 روز بعد از تزریق این واکسن. این کشور حالا تزریق استرازنکا به افراد زیر 60 سال را تعلیق می‌کند.
اعتماد به این واکسن زمانی به وجود خواهد آمد که درباره یکی که این موارد تحقیق انجام شود. دولت فدرال و دولت‌های محلی از این کار حمایت می‌کنند. آلمان میگوید با وجود محدودیت تزریق آسترازنکا تمام مردم این کشور تا پایان تابستان واکسینه خواهند شد. به نظر میرسد پشت آلمان به این کارخانه گرم است. فایزر بایونتک. ما هم مثل همه تحت فشاریم، اما خیلی به کاری که میکنیم باور داریم و میدونیم که تولید واکسن چقدر مهمه. اختلاف دولت بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا بر سر سرعت تأمین و توزیع واکسن آسترازنکا حالا این اتحادیه را به سمت خرید واکسن اسپوتنیک وی از روسیه هم سوق داده. کرملین میگوید دیروز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین در یک کنفرانس تلفنی با انگلا مرکل و امانوئل ماکرون درباره خرید و حتی تولید مشترک واکسن اسپوتنیک در اتحادیه اروپا گفتگو کرده. دور از مرزهای اروپا هم واکسن کرونا در سیاست خارجی و داخلی کشورها اهمیت پیدا کرده. از جمله اینجا در برزیل، جایی که شمار روزانه قربانیان کرونا به 3800 نفر رسیده. رئیس جمهوری برزیل حالا به خاطر شیوه مدیریت بحران کرونا مورد انتقاد است. منتقدانش میگویند در دیپلماسی واکسن هم ناموفق عمل کرده. در عرصه سیاست هم استعفای همزمان فرماندهان نیروی زمینی، دریایی و هوایی برزیل او را با چالشی جدی روبرو کرده. شرایطی که البته کمکی به این بیماران منتظر برای پذیرش در بخش مراقبت ویژه بیمارستان‌های پایتخت نمی‌کند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. نگاهی دوباره کنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، ایران به نقض حقوق شهروندان این کشور و بعضی از کشورهای منطقه متهم شده. رئیس جمهوری ایران میگوید برای واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی ارز نیمایی میدهد. در ادامه این برنامه، اسکی سواری کهنه سرباز 89 ساله بریتانیایی برای کمک به خیریه. مرکز حقوق بشر کردستان میگوید در سال 99 حدود 1200 مورد نقض حقوق بشر علیه کردها در ایران را ثبت کرده. این نهاد در گزارش سالانه‌اش گفته ماموران دولتی دست کم 80 نفر از جمله کولبران کرد را با شلیک اسلحه کشته و نزدیک به 150 نفر دیگر را زخمی کردند. این گزارش به اعدام 49 شهروند کرد هم اشاره کرده و همچنین از آمار بالای خودکشی در مناطق کردنشین خبر داده. بر اساس این گزارش فقر و ناامیدی از دلایل اصلی خودکشی ها هستند. شاهرخ حسنزاده مدیر مرکز حقوق بشر کردستان ایران از اردبیل با ماست. خوش آمدید آقای حسنزاده، از اربیل کردستان با ما هستن. این آمار رو بر مبنای چه اطلاعاتی تهیه کردید؟ طبق سنت 5 ساله اخیرمون که در مرکز حقوق بشر کردستان ایران چاو نیوز داشتیم، ما هر ساله یک سری مجموعه گزارشات آماری رو دقیق و مستند از وضعیت نقض حقوق بشر در کردستان ایران ما منتشر میکنیم. طبق همین گزارشی که در 26 صفحه ما آماده کردیم و با 3 زبان کردی، فارسی و انگلیسی منتشر کردیم، ما بیشتر سعی کردیم از منابع داخلی و از همکارای داخلیمون که در کردستان ایران فعالیت میکنن و با ما همکاری دارن از اونا کسب اطلاع کنیم و در برخی از موارد به منابع معتبری که در وضعیت حقوق بشر رو رصد میکنن ما از این منابع نیز استفاده کردیم. اگه اجازه بدین در مورد خود این گزارش رو یه صحبتی داشته باشیم. بله، ممنون میشم. در 6 ما سعی کردیم که فوکوس کنیم از این موارد عدیدی که در کردستان ایران به لحاظ حقوق بشری نقض میشن. یکیش در مورد وضعیت دستگیری‌هایی هست، بازداشت شدگانی هست که در کردستان ایران بازداشت شدن تا سال گذشته، سال 1399 خورشیدی، و همچنین وضعیت قتل و کشتار کولبرانی کرد که در مرزهای کردستان به وقوع پیوسته، همچنین آمار خودکشی که شما نیز بهشون اشاره کردین، وضعیت انفجار مین
حوادث کاری از دیگر مسائلی است که ما در این گزارشمون بهش پرداختیم. ولی اگه بخوام سریع و تیتروار و آماری صحبت کنم در مورد وضعیت بازداشت شدگانی که در سال 1399 از طرف نیروهای اطلاعات سپاه و اطلاعات سیاسی دستگیر شدن، میشه گفت که 640 نفر طبق آماری که ما گرفتیم با مستند و با مشخصات کامل از طرف این نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دستگیر شدن، که از این تعداد حدود 189 نفرشون دادگاهی شدن که جمعاً به 735 سال و 5 ماه زندان حبس بهشون تعلق گرفته، که حداقل 4 فعال سیاسی و مذهبی کرد نیز از این تعداد متاسفانه بهشون حکم اعدام صادر شده. همچنین 32 نفر دیگر از این تعداد به مجموعاً 1212 ضرب شلاق محکوم شدند. آقای حسن‌زاده، یه اشاره هم کردیم به وضعیت خودکشی و اینکه آمار بالا رفته. میشه برامون توضیح بدین که این خودکشی‌ها در چه رده سنی بوده و دلایلش چه بوده؟ ما در سال 1399 خورشیدی حداقل 153 مورد خودکشی رو در کردستان ایران ثبت کردیم با مشخصات کامل، که از این تعداد میتونم اشاره کنم به اینکه 97 نفرشون زن بودن و 57 نفرشون هم مرد بودن، که بیشترین آمار رو ما در استانهای ایران و کرمانشاه داشتیم. از این تعداد اگه بخوام در مورد کم سن سالترینشون صحبت کنم، بایستی بگم که یک دختر و پسر نوجوان یا زیر 18 سالی که 11 و 12 ساله بودن خودکشی کردن، و مسنترینشون هم یک خانمی بوده که 60 سال عمر داشتن. متاسفانه وضعیت خودکشی ها در کردستان به دلیل فقر، بیکاری، ناامیدی و مشکلات خانوادگی باعث شده که هر سال ما بیشترین آمار رو در از این مورد نقض حقوق بشری رو ثبت کنیم. و این آمار و ارقامی که ارائه دادید، چه درباره بازداشت ها چه در مورد خودکشی، اگر بخوایم مقایسه کنیم با سالهای قبل، این چقدر تغییر کرده؟ کوتاه لطفا ببینید، بایستی تطبیق بدیم هر یکی از این موارد. مثلا در مورد وضعیت بازداشت شدگان ما آمار بیشتر داریم امسال، یعنی سال گذشته، سال 99. در مورد همچنین خودکشی ها به همین شکل، حتی در مورد اعدام که 49 نفر رو ما امسال ثبت کردیم، باز دوباره ما به همین شکل آمار رو متاسفانه بیشتر شده. ولی در مورد وضعیت کلبرای، این آمار امسال به مراتب کمتر بوده به نسبت سال 1398. متشکرم از توضیحات شما شاهرخ حسن‌زاده، مدیر مرکز حقوق بشر کردستان ایران. در افغانستان بعد از ترور 3 کارمند زن واکسیناسیون فلج اطفال در ولایت ننگرهار، روند ارائه واکسن به مدت 1 روز در سراسر این ولایت متوقف شده. وزارت صحت گفته هیئتی را برای بررسی حادثه به ننگرهار فرستاده و تا مشخص شدن نتایج واکسیناسیون در شهر جلال آباد و دو ولسوالی سرخرود و بهسود اثر گرفته نخواهد شد. نسرین نوا از کابل گزارش میده. قطره جلوگیری از فلج از کودکانی دریغ شده که ناامنی امتیازهای زیاد دیگری را هم از آنها گرفته. 3 روز پس از شروع واکسیناسیون فلج کودکان، این برنامه در ننگرهار متوقف شد به دلیل کشته شدن 3 کارمند زن این کارزار. مشخص نیست چه زمانی دوباره در خانه مردم این شهر را بزنند و نجات از فلج کودکان را اطمینان دهند. بعد از گفتگو با ادارات محلی ولایت ننگرهار و تیم صاحبی واکسین پولیو در آن ولایت، و بعد از بررسی وضعیت امنیتی آن ولایت، که تصمیم به سرگیری کمپاین واکسین پولیو در آن ولایت اتخاذ خواهد شد و در سایر ولایات افغانستان کمپاین به صورت نرمال جریان دارد. روز قبل 3 کارمند زن واکسیناسیون فلج کودکان در حمله افراد مسلح ناشناس در 2 رویداد جداگانه کشته شدند. زنانی که خانه به خانه برای کودکان واکسین پولیو می بردند. وزارت صحت گفته دیروز انفجاری نیز در نزدیکی یک مرکز بهداشتی در همین ولایت رخ داد، اما تلفاتی نداشت. حدود 1 ماه پیش نیز 3 کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در حمله هدفمند افراد مسلح ناشناس در مرکز شهر جلال آباد ولایت ننگرهار کشته شدند. 4 ماه قبل هم یک گوینده زن همین تلویزیون. در نتیجه این ترورها همه کارمندان زن این رسانه خانه نشین شدند. در ماه‌های اخیر انفجار ماین و ترورهای هدفمندی که عاملان آن ناشناخته باقی ماندند افزایش چشمگیری داشته.
هدف بیشتر زنان، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، علمای دین، کارمندان صحی و دولتی بوده. کارزار واکسین پولیو با همکاری صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف و سازمان جهانی صحت راه اندازی شده. سال گذشته بیش از 3 میلیون کودک در سراسر افغانستان از این واکسین محروم ماندند که در نتیجه دست کم 56 کودک به بیماری فلج کودکان مبتلا شدند، بیشتر در مناطق جنوبی و تحت کنترل طالبان. نصر نوا، بی بی سی، کابل. تامور یک کهنه سرباز 99 ساله بریتانیایی بود که برای کمک به نظام بهداشت و درمان بریتانیا 100 بار طول حیات خانه‌اش را قدم زد و در نهایت موفق شد که 12 میلیون پوند پول جمع کند. او قبل از درگذشتش بر اثر کرونا به قهرمان مردم بریتانیا تبدیل شد. حالا جان ویلکا که 89 ساله میخواد همین مسیر رو طی کنه، البته با کمی تفاوت. تیم مافت گزارش میده. بازرسی نهایی آماده و حرکت. جان ویلکا که 89 ساله، افسر سابق نیروی هوایی بریتانیا است که پا جای پای کاپیتان سر تام مور گذاشته. با راه رفتن حوصله آدم سر میره، دویدن خستت میکنه. یه پسر بچه رو دیدم که با باباش اسکیت سواری میکردن و با خودم گفتم که این راه خوبیه که مثل سر تام که دور حیاتش با واکر گشت، منم واکر همسرمو قرض بگیرم و اسکیت سواری کنم. جان تا رسیدن تولد 90 سالگیش میخواهد هفته ای دو بار دور این حیات اسکیت سواری کند. حساب کردم اگر هفته ای دو دور بزنم تا روز تولدم میشه 90 دور. سرتان برای 100 سالگیش 100 دور زد. من برای 90 سالگیم 90 دور میزنم. وقتی بچه بودم خیلی فقیر بودم و در مدرسه به ما غذا میدادن که خیلی خوب بود و از روی تجربه میدونم که با شکم گرسنه به مدرسه رفتن یعنی چی. جان برای سازمان خیریه کمک جمع می کند که توزیع کننده بسته های غذای آماده است. جان می خواست 500 پوند جمع کنه ولی تا حالا نزدیک 7000 پوند جمع کرده. شما همسایه جانی؟ بله. نظرت چیه؟ عالیه، خیلی شجاعه. من جرأت چنین کاری ندارم. میگه خیلی شجاعی. من سزاوار چنین عنوانی نیستم. از سه قاره با 4 واحد پول مختلف کمک فرستادن. خیلی قشنگه. به یه جورایی فروتنانه است. شاید کمی احساس قهرمان بودن به هم دست بده که منو شرمنده اونایی میکنه که کمک اهدا کردن. اونا قهرمان های اصلی هم. بدون کمک اونا من کاری نکردم. البته که جان با اسکیتش دارد به قلب مردم راه پیدا میکنند. تیم مافت، بی بی سی نیوز. ممنونم از همراهیتون با ما در این بخش خبری.